رئیس جمهور روز گذشته دو فرمان امضا کرد. فرمان اول برای رهایی شماری از محبوسین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که بنابر جرایمی که مرتکب شدند در جریان وظایف اونها زندانی شده بودند، که از طرف رئیس جمهور محکومیتشان عفو شد. همچنان بر اساس فیصله جرگه مشورتی صلح و خواست اکثریت اعضای جرگه که در قطعنامه واضح شده بود، رئیس جمهور فرمان رهایی 400 نفر زندانی طالبان که باقی مانده بود او را هم صادر کرد. قرار است به زودی روند رهایی این افراد آغاز شود. این زندانی ها کی ها هستند؟ این افراد در لیست طالبان از طرف طالبان به حکومت افغانستان داده شده بود که رها شود. ای که کدام کتگوری است، چی نوع جرایم است، رئیس جمهور افغانستان در روز جرگه او را با مردم افغانستان شریک ساخت. یک تعدادش مرتکب جرایم مثل قاچاق مواد مخدر است. یک تعدادش به اعدام محکوم است. و جرایم سنگین دیگه است که افراد مرتکب شده. و طالبا سخت خواهان رهایی از این افراد بود. آمار وجود داره که 136 نفر ای 400 زندانی طالبا اعدامی هست. لیست را که حکومت شریک ساخته با مردم و با اعضای محترم جرگه هم 156 نفر به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، 56 تن دیگه اعدامی ها بود و شمار دیگه جرایم دیگه را مرتکب شده بودند که عبارت از اختطاف و منجر به قتل و غیره و غیره. کمیسیون حقوق بشر گفته که افراد آزاد شده نباید در برابر میکانیزم های عدالت و پاسخگویی معافیت کسب کنند. فکر نمی کنید که این نگرانی بجا هست؟ نگرانیه که کمیسیون محترم حقوق بشر داره کاملا بجا است. اما حکومت هم بر اساس این نگرانی ها و مشکلات که در رهایی از افراد بوده با رای مردم مراجعه کرد. یک تصمیم کلان است، یک تصمیم مردمی است و مردم افغانستان در جرگه از حکومت خواست اگر رهایی افراد منجر به صلح میشه و طالبان از جنگ دست میکشند، پس این گام هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان برداره تا هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانه. لوی جرگه تایید کرد که حق قربانیان در صورت مطالبه محفوظ هست. اگر فرد یا افراد خواهان دادخواهی شود، میکانیزم دادخواهی چگونه خواهد بود؟ میکانیزم دادخواهی نزد نهادهای عدلی و قضایی ما محفوظ است. حق قربانیان یکی از موضوعات عمده جمهوری اسلامی افغانستان است که در تمام موارد در نظر گرفته شده. او یک مورد بسیار ویژه است، مورد خاص است، اما در عموم در مجموع ما شاهد صحبت های هم در جرگه بودیم که افراد و اشخاص حتی با از دست دادن اعضای نزدیک فامیلشان خواهان ازی بود که خوبی افراد رهاشان به خاطر صلح. قسم که لوی جرگه توافق کرد رهای زندانیان به خاطر صلح و آتش بس و فرمانم رئیس جمهور صادر کردند این قسمت، اما خشونت ها کاهش نیافته. وزارت داخل آمار داده که 80 کشته و 95 زخمی در یک هفته. این بیانگر چی است؟ خب متاسفانه که از مواردی که هنوز هم مردم افغانستان نسبت به تعهد طالبان برای صلح ناامید می سازد، ادامه خشونت از طرف طالبان است. انتظار همه ما، مردم افغانستان، دولت و جامعه جهانی است که طالبان از خشونت دست بکشند. هیچ بهانه برای ادامه خشونت نزد طالبان باقی نمانده. گزارش های وجود داره که در 16 همین ماه روان میلادی گفتگوها آغاز میشه. چگونه هست این گفتگوها؟ آیا هیئت به دو همیره یا کنفرانس ویدیو کنفرانس است؟ هرچه زودتر باید مذاکرات آغاز شود. امروز رئیس جمهور افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار داشت. صحبت های مفصل روی ازی بود که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت خواست های مردم که در جرگه مطرح شده برن و با طالبان وارد مذاکره شوند. آمادگی کامل را دولت افغانستان دار. حال هم مسئولیت برمیگرده به دوش طالبان. طالبان باید آماده مذاکره شوند. ما آماده مذاکره هستیم، اگر 16 باشه یا تاریخ یا بدتر از او باشه. یکی از ماده های مصوبه لوی جرگه ای بود که
ترکیب هیئت نقش زنها بیشتر شود و هیئت مذاکره کننده حکومت با ترکیب قبلی میره به گفتگوها یا تغییر آمده؟ خب در قسمت ترکیب اگر خواسته های جرگه مبتنی بر این باشه که حتما باید تغییر کنه ترکیب، حکومت افغانستان در او انعطاف پذیری داره. اما در حال حاضر پیشنهاد ما هم برای اعضای محترم جرگه ای بوده که ترکیب فعلی هیئت مذاکره کننده بهترین ترکیب است برای آغاز مذاکرات.